چیه؟ بابا یه پتوی چیزی بده یخ کردیم از سرما. مگه با خودت نیوردی از خونه؟ من تو گذاشتی چیزی تو اون خونه بمونه، همه رو جمع کردی آوردی اینجا. الان میارم واسه، سب کن. بگیر. بابا ما تا کی باید در این قارنشین ها شباتون آلاچیخ بخوابیم؟ به من چه مربوطه؟ نقشی خودت بود. تو میگی نقشمون میگیره اختر. اگه طاقت بیاریم آره، دو سه روز اگه صبر کنیم دلشون واسمون میسوزه، اون اتاق پشتی رو میدن به ما. ای خدا این خونه مال من باشه. بچه خوابه، پاش برو بگی بخواب. پاشو. میگم اختر، تو هم تو این دوازرگر یا هرچی دلت میخواد به ما میگی ها. یه کاری کن تا این ماجرا لاغت یه مسخال آبرو واسه ما بمونه. درسته دوازرگریه ولی نه این تو. پاشو قرون از زهر، نقشه خودت بود. میگم اختر، تو احساس نمی کنی تو این خونه یه خبراییه؟ بعضی وقتا یه صداهایی میاد، اون زنگوله. این بچه چشه این وقت شب؟ شبایی که غذا زیاد میخوره تو خواب را میره تا معده‌اش هضم کنه یه خروار غذایی را که خورده. بیدارش کن تا کار دستمون نداده. نه بیدارش نکن، اونجوری بدتره. بذار خودش میره یه گشتی میزنه، میاد میره میگیره تو رخت خوابش میخوابه. به پا فقط نیفته. رفته بودیم دروازه غار مسابقه با تیمش، باخت. خریده بودن داورو گرونتر از ما، نفری 500 تومن. وای وای 500 خیلی باحاله، دوستش دارم، خوشگله. یه 500 بهم بده. واسه چی یه 500 بدم؟ مگه پول علف خیر سکت چند؟ پس منم همه چی رو رو میکنم، بلند میگم همه بشنون. کیا بشنون؟ خان بابا، روباب خانوم، اصلا دلم میخواد داد بکشم. واسه چی داد میزنی؟ داد میزنم همه بشنون. چی رو بشنون؟ اینجا کلک زدیم. کدوم کلک؟ دیگه به من نگو عزیز آقا، من خودم شنیدم با همین گوشام. چی رو؟ این که میخواین خونه رو صاحب شین، مگه خودت نبودی به مامان اختر میگفتی؟ مملی، مملی بیدار شو. آخه بابا این چه خوابیه تو داری میبینی؟ خوابای خوب ببین. یه 500 بده خوابای خوب ببینم. تو تو خوابم میخوای ما رو تیغ بزنی؟ بیدار شو. میدی یا بگم؟ خیلی خوب، صبر کن. بیا عزیز آقا، 500 بده. 500 تومانی. ای دادی بیداد، تو خوابی یا بیدار؟ نمیخوای بدی آ؟ صبر کن. بیا دست شما درد نکن. لعافا کجا میبری؟ اینو عوضش کن. چرا؟ گوشه نداره. ای برو جک، حالا دیگه سر من شیری میمالی ها؟ من اینجا چیکار میکنم؟ کی من آورد اینجا؟ شما؟ واسه تا نشونه کتا. مملی مملی،
همونجا باش، تکون نخور. وقتی شب تو اینجا چی کار میکنی؟ یه چی باید دارم شنا میکنم. میایی مسابقه؟ شنم قدیما قورباغه خوب میرفتی ها، الان یادت نیست؟ ای گندت بزنم پسر. چه زجری میکشه این جوون. میگم برم یه خود دوا مابام بیارم بدی بهش بخوره، شاید حالش خوب بشه. برو بیار، برو وردی بیار، برو. خدا نجاتش بده. بیا بگیر. دستت درد نکنه. یه دقیقه بیا. میذاری که به مرگمونو بذاریم یا نه؟ بابا من دارم میترسم. از چی؟ یه دقیقه بیا بهت بگم. خیلی خوب. اختر بیا دیگه. چیه؟ اختر توی خونه یه خبراییه. به جون تو اگه خواب دیده باشم. صد بار بهت گفتم ما رو آواره نکن. تو آدم این کار نیستی. میترسی، طاقت نمیاری، یه شب نتونستی تحمل کنی. بابا من میگم تو این خونه یه خبرهاییه، چرا گوش نمیدی؟
بعضی وقتا صدای زنگوله میاد. بابات از سر شب تا حالا سه بار رفته تو سرداب و برگشته. قضا میبره، ظرف میاره، پچ پچ میکنن. آدم سرش هم میذاره زمین، از دل زمین صدای نره میاد. دلمون خوش بود که شوهرمون گرزن عقل داره که اونم از دست داد. الحمدلله. باور نمیکنی؟ همینجا واسه الان بابات از تو سرداب میاد بیرون. آخه مرد، بابای من این وقت شب تو سرداب چی کار میکنه؟ منم همینو میخوام بدونم. امشب رو بگی بخواب، فردا شب برمیگردیم سر خونه زندگیمون. من حوصله این دیوونه بازی‌ها رو ندارم. هممونو زابرا کردی. اختر، من میترسم. پاشو، پاشو بریم تو اتاق. فقط میخواستی خرج اسباب کشی بندازی گردنمون. لامپارم بیارم. باشین بینا، این وقت شب اینجا چی کار میکنی؟ که؟ خب، دیده خواستم واسه سحری بیدارش کنم. دیدم خودش بیداره، اومده میخواست شما رو هم بیدار کنه. نگو بس شما هم بیداری. منو بگو از ترس اینکه سحری همه خواب بمونیم تا این وقت شب بیدار موندن. پس آشتی کردین با هم، فردا میرین سر خونه و زندگیتون. خدا رو شکر. مگه ما آشتی کردیم؟ کی گفت اینو؟ میدونستم، میدونستم که آشتی میکنی. عزیز آقا، حالا که بلند شدی ثواب بکنی، ما رو برای سحری بیدار بکنی، برو تو کوچه همه همسایه‌ها رو هم بیدار کن. انقدر زنگ بزن تا چراغاشون روشن بشه. برو بابا جون. الان؟ نه خیر، فردا صبح. خب معلومه دیگه، حالا که سحره میگم برو. راست میگم. پس فعلا با اجازه. اختر اینو بگه. دست درد نکنه. چی میگه؟ خونه؟ که تا فردا زور باید زنگ بزنیم که بابا گیر عجب آدمی افتادیم ها. آخه اینجوری نمیشه. باید یه فکری کرد. ما هم این کاری میکنیم. ای مردم دوز، بیدارشین مردم دوز، بگیرینش دوز. ببخشید، من میخواستم اونوری برم خوردم به شما. کجا؟ جون مادرت، اگه میخوای ما رو بزنی یا یه جوری بزن که یه چیزی به اسم عزیز آقا باقی بمونه. چشم. من این گونده رو گیر بیارم. آخ بابا، ما رو چه به بیدار کردن مردم واسه سحری؟ ما همین جوریشم با این ریختمون تو خیابون راه میریم، روزی صد بار جلوبونو میگیرن و جیبامونو میگردن. آه وقت میخوای نصف شبی بهمون شک نکنم. بیا پایین، من ای داری گل لغت میکنی. بی خودی تقصیرها رو گردن پیرمرد ننداز. خود سحری بیدار شده بودی، میخواستی همه رو بیدار کنی. تازه من دیدم پیش همین داریم با هم حرف میزنین، گفتم لابد آشتی کردین و همین امروز از این خونه میریم.
اگه بخواستم به این زودی آشتی بکنم مگه بیکار بودم که خودم حالا خون بالا خون بکنم؟ فکر آشتی رو از سرتون بیرون کنید. آشتی نمی کنی؟ باشه باشه، منم انقدر تو این خونه میمونم تا این خانم آشتی کنه برگرده سر زندگیش. بلکن مولی، مگه داری شیر میدوشی؟ نفهمیدم چرا وقتی که ما نیستیم با همدیگه خوبین، وقتی که ما هستیم برای همدیگه خط نشون میکشین؟ کی ما با هم خوب بودیم؟ دیشب سحر خودم دیدمشون. حرف تو دهن من نذارید. دیشب یه سرصداهایی میومد، اومدم ببینم که دوز نباشه. اتفاقا منم واسه همین بیدار شدم. آخرش هم نفهمیدیم تو این خونه چه خبره. این سرصداها از کجاست؟ کی به کی اصلا؟ اختر ترسیده بود. من تا در اتاق دنبالش رفتم که خدای نکرده نترسه، هرچند برام فرق نمیکنه. خب این کجاش آشتیه؟ آخر ما از کار شما سر در نیاوردیم. بریم برسیم به زندگی خودمون. ای بابا، من اصلا یادم رفت چیکار میخواستم بکنم. این حواس پرتی شما خان بابا از بیخوابی دیشبه. خان بابا انگار تو هم از سر صدای دیشب بیخواب شدی ها؟ نه کدوم صدا؟ من چیزی نشنفتم. اه؟ و چرا یه ساعت قبل از سحری بلند شده بودی تو خونه راه میرفتی؟ آه، لابد میخواست عبد خیار افطارت هضم بشه. مملی بسته، تو رو خدا خستمون کردی. چشم با شما اومده اینجا بشین مفتش ما؟ آدم تو خونش هم نمیتونه هر وقت دلش خواست راه بره، هر وقت دلش خواست بخوابه. نه دیگه، خونه خودش نداریم خان بابا. این خونه که صاحب نداره. فعلا همه ما تو این خونه مستاجریم. ها؟ اصلا شما چرا انقدر بهتون برخورده؟ ما فقط ازتون پرسیدیم که دیشب اینجا چه خبر بود؟ این سر صدا از کجاست؟ هر خبری هم هست به شما ربطی نداری. ها، این حرفت بود داره. یعنی یه خبرایی هست. دیدی من میگم خروس بی‌محل. پاشین پاشین برین دنبال کار زندگیتون. از صبح تا حالا نشستین اینجا حرف مفت بزنین؟ بله شما درست میفرمایید. این یعنی فضولی موقوف. چشم، خدا به شما. خدا به شما. برو ببین باز چی میخواد. اینا بو ببرن پایین چه خبره؟ کار دستمو میدن. و مملی، مملی چیکارم داری با؟ چی میگفتن؟ من چه میدونم؟ چقدر بدم تاتو قضیه رو در بیاری؟ 500. 100 تا 250 آخرش. برو ببینم چه هم کنی. پولو بده. ای رو رو برم. یعنی تو بابا تو با این هیکل 250 تومن قبول نداری؟ این هم کم هم گوشه نهره. طاقت تموم شده من در باز کنم بری بیرون. بابا جون نه نه بابا نه، در باز نکن، طاقت میارم، طاقت میارم خان بابا، در باز نکن خان بابا، در من گوش نکن، در باز کنیم از بزر میشم خان بابا. خیلی
ای بابا اینجا کجاست؟ کاش قلعه 1000 تومن میگرفتم. سرداب بودم. چه خبر بود؟ یه نفر داشتن دار میزدن. کیا بودن؟ ندیدمشون که. ببینم چقدر میگیری که به کسی چیزی نگی ها؟ هرچی خودتون بدید. همین 500 تومن بسه. نه 500 تومن زیاده. میبری خوردش میکنی 300ش مال حالا 200 هم اگه به کسی چیزی نگفتی اون موقع بهت میدم. خورد دارم. این 50 تومن لاشه این گوشه نهره وگرنه قابل نهره. من چیزی ندیدم. یعنی هیچی هیچی؟ غیر از تاریکی هیچی نبود. ببینم بس اون زنگوله چیه؟ کی تکونش میده؟ میگن تو این خونه های قدیمی چن هستش. بده من پول حرف مف نزن. بده من کدوم پولو؟ این کدوم پولو میگه؟ مثل اینکه باز حوض کردی کلتو بتراشم ها؟ باستا بینم با تو هم.